بسم الله الرحمن الرحیم قضایای لبنان و فلسطین چی ربط به ما دارد؟ آیا شما هم با دوستان برخوردید که همین سوال را شما پرسیده باشه و پاسخ شما چی بود است؟ من ما میگویم که بله به ما ربط دارد اگر قضیه آنان به ما ربط ندارد پس قضیه ما مردم افغانستان چی ربط به جهان دارد که هر روز داد و فریاد میکنیم و اعتراض میکنیم و در کشورهای مختلف لابیگری میکنیم و از جهان میخوایم که با طالبان هم کار نباشن خدمت شما دوستان عزیز که این کلیپ رو بینید هستین درود میفرستم میدارستم که سیحتمند و سرحال باشین دیروز سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در پای حمله هوای ارتش اسرائیل در بیروت کشته شد این مسئله بار دیگر منطقه دچار دو دوچار تنش کرد و احتمال حمله زمینی اسرائیل هم به لبنان البته وجود داره هرچند که قطعا جنگ با حزب الله چند برابر سختتر و دشوارتر با حماس و فلسطین برای اسرائیل خواهد بود ولی ارتش این کشور ابای از جنگ جنگ البته جنگ تمامیار با حزب الله و لبنان نخواهد داشت و میخوام در ادامه امی اتفاقات اخیر به صورت خلاصه خبرش را برای شما بخوانش بگیرم و بعد میپردازیم به همو اصل مسئله و مو سوالی که در اول مشمو در اینوان پرسیدم حزب الله لبنان دیروز شنبه گفت که در پای حملات ارتش اسرائیل رهبرشان حسن نصرالله کشته شده است وزارت بهداشت لبنان نیز گفته است که این حملات تابکنون به قیمت جان 700 نفر تمام شده است به گزارش این وزارت تنها در حملات روز شنبه 33 نفر کشته و بیش از 195 نفر دیگر نیز زخم برداشتند رئیس کمیسرهای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد گفته است که دست کم 200 هزار نفر در داخل لبنان بیجا و به مکانهای دیگر رفتند و بیش از 50 هزار نفر نیز به سوریه گریختند. همزمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا یک بار دیگر خواستار آتش بست فوری در مرز لبنان و اسرائیل شدند. جو بایدن روز شنبه در پاسخ به خبرنگار که از واکنش رئیس جمهور آمریکا به احتمال پیشروی نیروهای زمینی اسرائیل به جنوب لبنان پرسیده بود پاسخ داد که وقتی آتش بس است با این وجود مقام وزارت دفاع آمریکا به برخی از خبرگزارها گفتند که احتمال حملات محدود زمینی اسرائیل در مرزهای لبنان وجود داره این ممکن اینا پیش روی های داشته باشه بله ولی زود برمیگردند دیوید وزیر خارجه بریتانیا نیز در گفتگوی با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان بر لزوم آتشبس فوری و توقف خونریزی تاکید کرده است در همین حال ایران حامی لبنان و حزب الله در نامه به سازمان ملل متحد خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت برای بررسی حملات اسرائیل به لبنان و مرگ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شده است من برمیگردم به اصلی بحث چون خبر و مهمترین اتفاقاتی که با شو، نردم همین بود قضایه لبنان و فلسطین بین مردم افغانستان نیز سر و های خلق کرده و واکنش‌های های گسترده ای مردمی را در پی داشته ایده ما میگوین که قضیه لبنان و فلسطین به ما چی ربط داره برخی چی مستقیم در شبکه های اجتماعی خودش هم نوشته کرده یا برخی در کامنت‌ها ها میره می که در کامنت‌های های قبر افغانستان هم سوال کرده بدن ایده ای اما شما چی فکر میکنید؟ آیا به ما ربط دارد؟ یا نه لطفا وقت قضاوت میکنیم و حرف میزنیم حرف اسلام و دین هستن در میان نیارید که باز وقت گب احساسی میشه وقت انسانی و وجدانی آدم فکر کند اگر طرف حق غیر مسلمان هم باشه باید جرأت قبول کردن حق را داشته باشه و باید در حمایت از او صدا بلند بکند لبنان و فلسطین را اصلا بخی فراموش کنید یک بین به افغانستان خود ما در سه سال حاکمه طالبان و محرومت دختران از درس و هزار مشکل دیگر کشور ما شاهد یک عقبگرد بی سابقه بود کسی تصورش را نمیکرد که ما این گناه بدبختی رو تجربه کنیم ولی متاسفانه کردیم میلیون ها نفر در رج و عذاب هستند و همیشه بر کشورهای دور و نزدیک هم ما صدا کردیم و صدا میکنیم که از طالبان حمایت نکنند با طالبان تعامل نکنند با طالبان رفت آمد نکنن بر طالبان فشار وارد کنن دختران افغانستان باید درس بخونن حکومتی همشمول باید تشکیل شود اصلا این قضیه را به مردم آمریکا یا اروپا یا کشورهای دیگر چی است؟ چی ربطی داره که ما هر روز میریم پیش سفارت خانه هایشان داده فریاد میکنیم یا, دا یا در پیش پارلمان هایشان میریم داد فریاد میکنیم یا در رسانه هایشان یا سرگ های کشورهای مختلف برانداختیم تظاهرات کردیم اصلا قضیه افغانستان چی ربطی به این کشورها داره چرا ما اعتراض میکنیم چون ما باورمان هستیم که این می مردم اگر صدای ما رو بشنوه و رسانه ها پوشش بیتن سیاست مداران این کشورها به نحوی مجبور میشه که با طالبان با اصلا تعامل نکنه و بفهمه که صدای مردم افغانستان چی هست حالا یک نفر میره خود پرسید که خوب تو بسار که خوب میزنی حالا این چی ربطی به اسرائیل فلسطین در ما برای مردم خود داده خواهی میکنیم برای مردم فلسطین و اسرائیل که نمیکنیم خب وقتی این گونه قضاوت میکنی خود های یک آمریکایی و یک اروپایی قرار بده که تو اعتراض میکنی و اون نفر به برای تو بگه که با من چی خب قضیه داخلی شماست دیگه انسان نباید در برابر در درجه همدیگرشان بی تفاوت باشه و با هر جایی که یک ظلمی بود هر جایی که یک رفتار نادرست صورت گرفت هر جایی که نقص قوانین بین المللی صورت گرفت باید کل صدا بلند بکنم حالا چی در اسرائیل باشه چی در لبنان باشه چی در ایران باشه چی در آمریکا باشه چی در فلسطین باشه چی در افغانستان باشه یا در اوکراین یا یک گوشه دیگه از این کره خاکی باشن مسئله فلسطین را ما توقع دارم جوانان تحصیل کرده ما در مورد چک مطالعه کمی اگر داشته باشه بد نخواهد بود کسایی که دغدغه‌شون هستن یا به مسئله میپردازه یا نحوی در حمایت از فلسطین یا در حمایت از اسرائیل یا هر چیزی خیلی مختصر و کوتاه حتی میتونیم در حدی خواندن چند مقاله و چند گزارش پیرامونی تشکیل اسرائیل و بعدا قضایی که با فلسطین داشتن و جنگ هایی که داشتن یک ذهنیت حداقل در ذهن شما خلق میشه که چی با چی بوده. و بعدش بیاین یک بار به با اعتراض کشورهای حامی همیشگی اسرائیل هم نظر اندازید مثلا آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و بسیاری های دیگه هم و حتی سازمانی ملال شخص سازمان ملل متحد شخصی در کل سازمان ملل متحد که در امی چند هفته اخیر بارها تاکید کرده که آنچه در غزه میگذرد جنایت علیه بشریت است. و این حرف شما از زبان مقام های آمریکایی غربی و سازمان ملل متحد شنیده اید اگر نشنیدین برن یک بار واکنش های اینا رو ببینید از جمله دبلیکول سازمان ملل متحد که واکنش های بسیار تندی به این مسئله داشته است وقتی حامیان اسرائیل به شدت از این مسئله ناراحت هستند و به این موضوع اعتراض میکنند که در اینجا مردم ملکی کشته شده و نباید این گونه شده و اسرائیل باید عقب نشینی بکنه در صورت چرا ما به افغانستانی هایی که باورهای مشترک با با فلسطینی ها و لبنانی ها داره حداقل ای اجازه نتیم که اونا اما دیدگاه خودش را بیان بکنه اگر کسی دیدگاهش را بیان کرد ما حتما سرکوبش بکنیم و یک حرف بد دقیقه بالش بزنیم ای که ما در وضعیت بدی هستیم و برای خود نمیتونیم کار بکنیم یا گپی متاسفانه در داوری هست اما نمیشه که ما در برابر درد دیگر را هم به تفاوت باشیم اگر در برابر درد و رنج دیگر به تفاوت بودی پس این آخر هم نداشته باش که کشورهای مختلف برای خودت به باز دادخواهی بکنه و دادخواهی تو را محترم به شما رو تو را احترام بکنن این بحث را وقتی که مطرح میکنم اصلا شما نه طرفدار کدام جریان خود قرار بتی نه طرفدار از یکی هر جا مسلمان بود حتما باید طرفدار مسلمان باشیم یا هر جا که یهود بود ما باید طرفدار یهود باشیم این مثلا اصلا مطرح نکنین چون بود انسانی شد به نظر بگیرین و با همین مسیر اگر ببینید نتیجه میرسید بعد وقت باز قضاوت بکنید که واقعا در درنجی در مردم به ما ربط داره یا نداره بدون شک اسرائیل بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد که یک نهاد بسیار معتبر نزد تقریبا تمام دنیا هستن جنایت بسیار هولناک را در قسمت از لبنان و همچون فلسطین و غزه مرتکب شدند و امروز جهان یک دست خواهانی عقب نشینی اسرائیل در زمینه هستند ولی خب اسرائیل هم با توجه به تحدیداتی که از سوی شماری از مخالفانش برشان وجود داره میخواه کار یک طرفه بکنه و حالا به او توانایی و تکنولوژی هم دست پیدا کرده که هسته ها را هدف قرار بده نه شاخه ها را از توجه همراهیتان جهان سپاس من منتظر نقد و گفتگوهای های دیگر ها به شکل سازنده هستم نه به شکل دودشنوم ها یا به شکل حرفای زنندهی که شایسته یک انسان نیست خدا نگهدارتان باد